شما به اسپیس فارسی گوش می کنید با رفتن به sbs.com.au به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت شکاف دستمزد جنسیتی در استرالیا 11.5 درصد است به این معنی که زنان در 42 روز آخر سال بدون حقوق کار می کنند اساس گزارش جدید در مورد شکاف دستمزد جنسیتی زنان استرالیایی در بقیه سال بدون حقوق کار می کنند. گزارش شورای اتحادیه کارگری استرالیا نشان می دهد که زنان امسال به مدت چهل و دو روز به دلیل شکاف دستمزد جنسیتی به صورت رایگان کار می کنند. در حالی که دستمزد برابر بین مردان و زنان هنوز در استرالیا به دست نیامده است، اخیراً پیشرفت‌های قابل توجهی صورت گرفته و آخرین گزارش نشان می‌دهد که این شکاف به کمترین میزان خود در تاریخ یعنی 11.5 درصد رسیده است. این یک پیشرفت بزرگ نسبت به سال‌های گذشته است، اما هنوز یک بخش وجود دارد که زنان استرالیایی را عقب نگه می‌دارد. بر اساس گزارش جدید یک زن استرالیایی که تمام وقت کار می کند به طور متوسط 231 دلار در هفته کمتر از یک مرد درآمد دارد یا 11 نیم درصد در حالی که این شکاف هنوز زیاد است نسبت به سالهای گذشته پیشرفت زیادی داشته است از سال 2022 شکاف دستمزد جنسیتی هر سال یک ممیز سه درصد کاهش یافته است. سه برابر سریعتر از میانگین صفر ممیز چهار درصدی دولت اعتلافی قبلی. اگر این روند با همین سرعت طی شود، این شکاف می‌تواند در طی 9 سال به طور کامل بسته شود. روند کند قبلی به این معنی بود که زنان باید 35 سال دیگر برای دریافت دستمزد برابر صبر کنند. میشل اونیل رئیس شورای اتحادیه کارگری استرالیا یا ACTU میگوید کارهای بیشتری باید انجام شود تا شکاف دستمزد جنسیتی کامل کاهش یابد و هیچ کس نمیتواند این واقعیت را نادیده بگیرد که زنان 42 روز بیشتر در سال کار می کنند تا درآمدی برابر با مردان داشته باشند سیاست های دولت تأثیر مستقیمی بر کم پرداختی کارگران زن و شکاف جنسیتی در دستمزد دارد. این گزارش دریافت که یکی از عوامل کلیدی بر کاهش شکاف، افزایش دستمزد در بخش زنانه کم ارزش شده مانند مراقبت از سالمندان است. بر اساس تصمیم مهم کمیسیون کار منصفانه در مارچ امسال، کارکنان مراقبت از سالمندان تا 28 درصد افزایش دستمزد دریافت کردند. انتظار می رود افزایش 15 درصدی دستمزد در سراسر کشور برای کارکنان آموزش و مراقبت در دوران کودکی از دسامبر شکاف دستمزد جنسیتی را بیشتر کاهش دهد. این شکاف در صنایع هنری و تفریحی نه ممیز یک واحد درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش را به خود اختصاص داد. پس از آن بخش خدمات شهری با افزایش 5 درصدی شکاف همراه شد. اونیل گفت افزایش شفافیت در مورد دستمزدها در صنایع به ایجاد برابری حقوق کمک می کند. اما شرکت های بخش خصوصی باید نقش بزرگتری برای کمک به کاهش شکاف دستمزد جنسیتی ایفا کنند. اونیل گفت این باید زنگ خطری برای بخش خصوصی باشد تا به مسئولیت خود نگاه کند و تدابیری اتخاذ کند تا زنان دیگر در معرض آسیب نباشند. گزارش فوریه 2024 آژانس برابری جنسیتی در محل کار نشان داد که شکاف جنسیتی در دستمزد شرکت‌های خصوصی به 21 ممیز درصد افزایش یافته است. شرکت‌های هواپیمایی ستار کانتاس و ویرجین و همچنین بانک های آی این و وستپک تقریبا دو برابر میانگین ملی اختلاف دستمزد جنسیتی داشتند. قول سوپرمارکت بولورث و کولز به ترتیب 5 ممیز 7 درصد و 5 ممیز 6 درصد اختلاف دستمزد جنسیتی تقریبا خونسا داشتند. حذف سقف دستمزدهای بخش دولتی یک عامل کلیدی در بهبود شرایط پرداخت بود. در فوریه 2025 آژانس برابری جنسیتی در محل کار برای دومین بار شکافهای حقوق جنسیتی را برای کارفرمایان بخش خصوصی منتشر خواهد کرد. در آن صورت مشخص خواهد شد که مؤسسات بزرگ در صورت وجود چقدر پیشرفت در کاهش شکاف دستمزد جنسیتی داشتند؟ شنوندگان گرامی گزارشی که شنیدید توسط همکارم الکساندرا کوستر و گزارش تکمیلی توسط اسوشیتد پرس تهیه و توسط من مژده کاشانی برای اسپیس فارسی اجرا شد لایک شیر کامنت فارسی را در فیسبوک دنبال کنید